آمار جانگداز قربانیان کرونا در 440 شهر کشور از 105200 نفر بیشتر است. حریرچی در بعضی از استانها مثل قوم وضعیت شبه انفجاری است. ما از روزانه ده بستری به حدود 160 نفر رسیدیم. دیگر ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینها نداریم. کل کشور را قرمز و در حال هشدار تلقی می کنیم و در واقع ما مواجه با امواج متعددی هستیم در یک دریای مواج کشوری هستیم که چند ماه است مرگ بالای صد نفر را تجربه می کنیم امروز موارد بستری ما سی و است شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار بخشی از آمار بالای مرگومیر روزانه به دلیل خستگی مفرت پرستاران است. در آمریکا یک پرستار برای 7 ساعت کار روزانه 4000 هزار دلار در ماه حقوق می گیرد. زمانی که در شیوع کرونا ساعت کاری او را به 9 ساعت رساندند، 14 درصد خطای آن پرستار افزایش پیدا کرد. حالا این شرایط را با حداقل 12 تا 14 ساعت کار پرستاران در بیمارستان های ایران مقایسه کنید که حدود 120 دلار حقوق می گیرند. ما پرستارانی داریم که در طول هفته به منزل نمی روند. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طی 24 ساعت گذشته 25 نفر بیمار فوتی مشکوک به کرونا و 18 نفر فوتی مثبت قطعی در بیمارستان و مراکز درمانی استان بدون کاشان و آران و بیدگل داشته ایم. معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز موارد فوتی رو به افزایش است در سه روز گذشته 47 فوتی داشته ایم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز در 24 ساعت گذشته ده بیمار کرونایی فوت کرده و مجموع جان باختگان به 1057 رسید. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر جمعه 28 شهریور 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 440 شهر از 105200 نفر بیشتر است شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 3113 نفر در آذربایجان غربی به 2801 نفر در البرز به 2966 نفر در اردبیل به 1270 نفر در اصفهان

به 1665 نفر در کوکیلویه و بوی رحمت به 722 نفر در گلستان به 2971 نفر در مرکزی به 1364 نفر و در همدان به 2707 نفر رسیده است حریرچی معاون وزیر بهداشت رژیم گفت موارد بستری ما در یک هفته گذشته بسیار افزایش پیدا کرده در تهران میزان بستری دو برابر بر شده. روزانه حدود 700 الى 800 مورد بستری داریم. در حالی که ترخیصمان در حدود 450 الا 500 است و یک سوم از بیماران رسوب می کنند. در تبریز از زیر چهل بستری روزانه به حدود 160 بستری رسیدیم. متاسفانه در بعضی از استانها مثل قوم شبه انفجاری است. ما از بستری روزانه ده نفر به حدود 160 بستری امروز رسیدیم. همانطور که وزیر محترم اشاره فرمودند دیگر ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینها نداریم. کل کشور را قرمز و در حال هشدار تلقی می و در واقع ما مواجه با امواج متعددی هستیم. در یک دریای مواج کشوری هستیم که چند ماه است مرگ بالای صد نفر را تجربه می کنیم. امروز 35500 نفر موارد بستری من هست که نسبت به هفته فروردین هم حتی یک افزایش حدود ده درصدی داریم. میزان مرگومیر ما ممکن است نزدیک 200 خدایی نکرده بالا برسد. اگر این روند را ادامه بدهیم، ممکن است میزان مرگومیر به حدود 45,000 هم برسد که بسیار خطرناک است. شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار گفت بخشی از آمار بالای مرگ و میر روزانه در ایران به دلیل خستگی مفرت پرستاران است. در آمریکا یک پرستار برای هفت ساعت کار روزانه چهار هزار دلار در ماه حقوق می گیرد. زمانی که در شیوع کرونا ساعت کاری او را به نه ساعت رساندند چهارده درصد خطایان پرستار افسایش پیدا کرد. حالا این شرایط را با حداقل دوازده تا چهارده ساعت کار پرستاران در بیمارستان ایران مقایسه کنید که حدود 120 دلار حقوق می گیرند. ما پرستارانی داریم که در طول هفته به منزل نمی روید و نمی فرزند همسر و پدر و مادرش را ببیند و این موضوع به غیر از خستگی بحران روحی و افسردگی را برای آنها به همراه دارد. در اسفهان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفت تعداد کل بیماران کرونایی که در استان به جز کاشان و آران و بیدگل بستری هستند 1199 نفر است که از این تعداد 196 نفر در آی هستند طی 24 ساعت گذشته 25 فوتی مشکوک به کرونا و 18 نفر فوتی مثبت قطعی در بیمارستانها و مراکز درمانی داشته این. در آذربایجان شرقی معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت در روزهای اخیر ما روزانه بیش از 350 مورد مثبت جدید کرونا داریم فوتی ما رو به افزایش هست امروز 13 مورد فوتی دیروز 16 مورد پریروز 18 مورد فوتی داشتیم هم موارد بستری افزایش پیدا کرده هم موارد فوتی هم موارد مثبت جدید در البرز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گفت در حال حاضر تعداد 482 نفر بستری هستند متاسفانه در 24 ساعت گذشته ده بیمار جان خود را از دست داده و مجموع جان باختگان این بیماری در استان به 1057 نفر رسیده است در قوم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت همکنون 590 بیمار کرونایی در مراکز درمانی قوم بستری هستند که حال 113 نفر وخیم گزارش شده است. در مازندران رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت 564 بیمار کرونایی در بیمارستان های تحت پوشش علوم پزشکی مازندران و بابل بستری هستند. از این تعداد 161 نفر با علائم حاد تنفسی در بخش های مراقبت های ویژه بستری هستند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 28 شهریور 1399